رحمان الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام خسته نباشید دارم خدمت تمامی شما شاگردان عزیز امیدوار که همگی تان خوب و خوش و سرحال باشید دوباره و یکی دیگر از درس های ریاضی صنف 11 از مکتب تمدن خوش آمدین امروز هم در ادامه درس گذشته ما با هم دیگر قوانین لوگاریتم را کار میکنیم خب قسمی که ما در جلسه قبلی سه تا از قوانین لوگاریتم با هم کار کردیم خب کدام قوانین ما مطمئن هستم که همگیتان به خاطر داریم اولین قانون را که ما با هم دیگه کار کردیم گفتیم لوگاریتم هر عدد به قایده خودش مساوی است به عدد یک خب پس هر عدد لوگاریتم دیدین به قاعده خودش راستن جواب شنوشته کنین عدد یک خب قانون بعدی گفتیم لوگاریتم یک به قاعده هر عدد مساوی به چند می شود. مساوی به عدد صفر و همچنان یک قانون دیگر رو هم با هم دیگه کار کردیم لوگارتم حاصل ضرب دو یا چندین عدد خب یعنی بار من سه تا عدد رو می میکنم x ضرب y ضرب z به قایده مثلا ای مساوی است به لوگارتم حاصل ضرب چندین عدد است به حاصل جمع لوگارتم هایشان یعنی یک بار لوگارتم x به قایده ای جمع لوگارتم y به قایده ای جمع لوگارتم زید به قایده ممکن است ده تا عدد دیگر هم اگر در حالت ضرب باشه به همین قسم ما میتونیم که اونا رو به چی تبدیل کنیم به حاصل جمع لوگارتم هایشان خب البته اینجا یک شرط داشتیم که ای ما چی می بود شامل اعداد حقیقی مثبت بدون عدد یک یعنی از اعداد مثبت عدد یک را گرفتن هم میتونست این سه قانون بود که ما در جلسه قبلی با هم دیگه کار کردیم حال در ادامه بعضی از قوانین دیگه هم وجود داره که امروز اونا رو هم کار میکنیم قانون چهارم که در بخش لگاریتم داریم میگه لگاریتم حاصل تقسیم دو عدد مساوی به حاصل تفریق لگاریتم صورت و مخرج است یعنی لگاریتم x بر y به قاعده ای مساوی است به لگاریتم x به قاعده ای منفی لگاریتم y به قاعده ای خب لگاریتم حاصل ضرب تبدیل میشد به حاصل جمع ولی برعکسش لگارتم حاصل تقسیم تبدیل میشه به حاصل تفریقشان یعنی به این صورت لگارتم x بر y به قایده ای است به لگارتم صورتش x به قایده ای منفی لگارتم y به قایده ای خب شما هم میتونید حاصل تقسیم به حاصل تفریق تبدیل کنین یا حاصل تفریق به حاصل تقسیم تبدیل کنین خب البته اینجا توجه داشته باشین اون لوگاریتم که علامش منفی هست باید چیکار کنین اون میره در مخرج قرار میگیره اینجا لوگاریتم که عدد لگاریتمش وای هست میشه علامش منفی پس وای در مخرج است این علامش مثبت هست در صورت میشه اکسش در صورت اکس بر وای خب این ثبوت کنیم که چه رقمی ما میتونیم این دریافت کنیم خب اگر داشته باشیم که x ما مثلا در نظر بگیریم مثل همون درس قبلی ای بنمای p و وای ما هم باشه مثل یک عدد مثل ای بنمای q خب ای رابطه اول ای هم رابطه دوم خب بیانی را به صورت چی نشته کنیم؟ این طاقت ها را به صورت لوگارتمی بنویسیم خب به صورت لگارتمی اگر ای رو بخوایم بنویسم میشه لگارتمه خب این میشه عدد لگارتمی x به قایده چند قایده a مساویس با p. پس p ما هست مساوی با لگارتم x با قایده e. خب بعدش هم بین به صورت لگارتم بنویسیم میشه لگارتم y به قایده a مساوی با q پس لگارتم y به قایده a مساوی با q خب چون اینجا x بر y داریم پس من رابطه یک را تقسیم بر رابطه دو بسازیم خب اگر من رابطه یک را تقسیم رابطه دو بسازم ببینیم ما چی پیدا میکنیم خب میشه x بر y خب x بر y مساوی است به قیمت هایش را بگذاریم x چی هست؟ a بر مای p پس میگذارم a به توان p بر a و توان q خب قیمت y ما هم, هم هست a به توان q خب نظر و قوانین و طاقت البته طاقت ها حاصل, حاصل تقسیمشان تبدیل میشه به چی؟ از قایده های مساوی یکیش توان صورت منف، P منفی توان مخرج پی منفی کیو خب پس ما پیدا کردیم که اکس بر وای ما خب بریم ادامه شد بالاتر نوشته کنیم اکس بر وای مساوی شد به ای به توان پی منفی کیو خب دوباره من می میتونم به چی تبدیل کنم به صورت لگاریتمیش یعنی ای یک طاقت هست بهش شما اینو چی به چی تبدیل کنین به صورت معادلش به صورت یا به شکل لگاریتمیش خب میشه لگاریتم این میشه عدد لگاریتمی x بر y قاعده چی میشه اینجا قاعده هست ای پس اینجا هم میشه ای مساوی است به توانش پی منفی کیو پس لوگاریتم x بر y خب و قاعده e مساوی است با p منفی q خب حالا قیمت های p و q را میگذاریم دیگه سوا... البته ثبوت ما کامل میشه x بر y با قاعده e مساوی است خب ما پی را پیدا کردیم لوگاریتم x با قاعده e هست پس نوشته میکنم کنم لوگاریتم x با قاعده e منفی لوگاریتم قیمت q هم بود لوگاریتم y با قاعده e. پس ای هم هست از چهارمین قانون که در بخش لگاریتم داریم یعنی لگاریتم حاصل تقسیم دو عدد مسایس به حاصل, تف... حاصل تفریق لگارتم هاشان خب حاصل ضرب تبدیل میشه به حاصل جمع حاصل تقسیم تبدیل میشه به حاصل تفریقشان یا هم برعکس اگر حاصل تفریق داشته باشیم شما میتونید به این صورت تبدیلش کنید مثلا بین یک مثال ما برتان خب مثلا داریم که منفی لگارتم چهار به قایده دو مثبت لگارتمه چند به قایده چند مثلا باشه هشت به قایده دو خب این مثلا با چند میشه قایده یکسان هست یکیش مثبت یکیش منفی این در حالت تفریق قرار دارن خب پس از قایده های مساوی یکیش لگارتم به قایده دو خب گفتیم که حاصل تفریق تبدیل میشه به حاصل تقسیمشان خب این نمیگیریم چهار بر هشت درسته است گفته بودم او که علامه لگارتمش منفی هست او در مخرج قرار میگیره پس چهار نشته میکنیم در مخرج کسن ای که علامه لگارتمش مثبت هست چی میشه در صورت هشته بر چهار خب هشته بر چهار یک چهار چهار دو چهار هشت میشه لوگارتم دو با قایده دو خب لگارتم دو با قایده دو رو هم دیگه یاد داریم لگارتم هر عدد با قایده خودش مسایب عدد یک است پس شما توانید حاصل تقسیم را تبدیل کنید به حاصل تفریق همچنان برعکسش هم میتونید که این کار را انجام بدین خب بریم حال با هم دیگه مثالی که در کتاب برتان آمده او را با هم دیگه حل کنیم مثال اولی که در این بخش داریم میگه لوگاریتم 5 بر دو را محاسبه کنید در صورتی که لوگاریتم دو مساوی باشه به صفر اشاره سی و لوگاریتم 5 مساوی باشه با 0.6990 خب شاگردای عزیز ببینین ما داریم لوگارتم 5 بر 2 گفته این لوگارتم مساوی به چند میشه خب در صورتی که لوگارتم 5 هم به ما داده لوگاریتم 2 هم قیمت شده به ما داده لوگارتم 5 خب قاعدهش نشسته نیست قاعدهش هست ده 5 با قاعده ده مساوی است با 0.6 90 البته در کتاب اینجا یک مقدار اشتباه شده نشته کرده 6900 اونجا هم بجای جای صفر نو بگذارین خب بعدیش لوگاریتم عدد دو مساوی است به صفر اشاریه سی ده خب بریم این حل کنیم ببینیم که جوابش چند میشه خب لوگاریتم پنج به دو لگارتم حاصل تقسیم دو عدد خب لگارتم حاصل تقسیم دو عدد به چی تبدیل میشه؟ به حاصل تفریق لوگارتم هایشان یعنی لوگارتم صورت میشه 5 منفی لوگارتم مخرج لوگارتم 2 خب حال قیمت لوگارتم 5 هم دارم قیمت لوگارتم 2 هم دارم پس قیمت هاشم مگذاریم و تفریقش میکنیم خب لوگارتم 5 از 0.6990 نو پس میشه 0.6990 نو منفی لوگارتم 2 هم از 0.3010 خب اگر اینا رو تفریق کنیم میبینیم از سفر که صفر بره سفر صفر از نوک یک بره هشت از نوک سفر بره نو از شش که سیره کم کنیم سه و صفر اشاریه رو هم داریم صفر اشاریه سی و نو هشتاد پس لوگارتم پنج بر دو پنج بر دو چی هست؟ همون دو نیم هست درست هست؟ ما را یاد نداشتم ولی دو تا لوگارتم قیمت هایش داده بود ما حاصل تقسیم را تبدیل کردیم به حاصل تفریق لوگارتم هاشان در آخر هم جواب عددیش دریافت کردیم 0.3980 خب این هم بود از حل مثال اول در بخش قانون چهارم خب یک مثال دیگه هم داریم مثال دوم لوگارتم 10 وای مربع x به قایده وای منفی لوگارتم دو xy وای به قایده وای مسایی به چند میشه خب ببینیم که این سوال رو ما چه قسمی میتونیم حل کنیم خب داریم که لوگاریتم ده وای مربع x به قایده وای قایدهش هم داده وای منفی لوگاریتم دو x وای به قایده وای خب مسایی چند میشه ببینیم این برعکس مثال قبلی است ما حاصل تقسیم را تبدیل کردیم به حاصل تفریقشان حال حاصل تفریق داریم تبدیل میکنیم به چی؟ به حاصل تفریق به حاصل تقسیمشان خب پس لوگارتم ها در صورت کار انجام میتونیم که قایده هایشان یکسان باشه خب اینجا هم قایدش از وای اینجا هم از وای پس من میتونم ایره به چی تبدیل کنم به حاصل, تفریق، به حاصل تقسیمشان خب پس نشان میکنم لوگارتمه قایده وای یکیش خب یک کسر باید داشته باشیم دیگه پس خط بر اول میتونم او که علامش منفی است در مخرج قرار می گیره. خب علامه از این لگارت منفی است پس عدد لگارت میش که دو اکس وای هست در مخرج دو اکس وای خب ای که علامه لگارت مش مثبت هست در صورت ده وای مربع اکس خب ده وای مربع x حال ولی را که ساده ترش بسازیم اختصار کنیم ببینیم که چی فقط باقی میمانم خب عدد ها را اگر اختصار کنیم دو با ده میشه اختصار یک دو دو پنج دو ده خب یک اکس با یک اکس تمام یک دانه وای با یکی وای تمام در بالا بود دو تا وای فقط یکش مان. خب پس فقط در آخر مان پیدا کردیم لوگاریتم از عدد پنج مان و همچنان وای پنج وای در مخرجم کلش عدد یک شد پس اصلا نشتیش نمی کنیم و قایده وای این میتونیم یک کم هم دیگه هم ساده بسازیم خب پنج با وای در حالت ضرب هست خب لگارتم حاصل ضرب دو عدد تبدیل میشه به حاصل جمع لوگارتم هایشان پس من میتونم یک بار نشتر کنم لوگارتم 5 با قایده وای جمع لوگارتم عدد بعدیش وای با قایده وای خب لوگارتم 5 با قایده وای دیگه از این بیشتر ساده نمیشه پس لوگارتم 5 با قایده وای فعلا خودش باشد جمع ولی لوگارتم وای با قایده وای را میتونیم ساده بسازیم نظر به همون قانونی که در اول ما کار کردیم لوگاریتم هر عدد به قایده خودش مساوی است به عدد یک پس اینم هم شد از جواب از این سال ما لوگاریتم 5 به قاید وای جمع عدد یک خب اینم هم بود از حل مثال دوم البته فعلا چند تا قانون خواندیم چهار تا قانون را با هم کار کردیم قانون چهارم بود لوگاریتم حاصل تقسیم دو تبدیل میشه به حاصل تفریق لوگاریتم هاشون خب بریم طرف قانون پنجم قانون پنجم لگارتم یک عدد تواندار مساوی است به توان ضرب در لوگاریتم همان عدد یعنی لوگارتم x به توان n به قاعده ای خب ببینین این را میتونیم بیایم ضرب در ضریب بسازیم میشه n ضرب لگارتم x و قایده a خب شاگرده از این قانون پنجم را به این صورت داره میگه لوگاریتم یک عدد تواندار مثلا x به توان n توانش از n به قایده a ای. ای هم از جمله اعداد حقیقی مثبت خلاف عدد یک هست این مساوی میشه به توان ضرب در لگارتم همان عدد یعنی میتونیم که n را در ضریب انتقال بتیم n ضرب لگارتم x به قایده ای درست است پس می یک عدد تواندار مساوی می به توانش ضرب در لگاریتم خود عدد یا هم اگر به این صورت باشه می شما چیکار کنین ضریب را در توان عدد لگاریتمی انتقال بدین خب ببینیم که این ما است که ثبوتش بسازیم خب لگاریتم x به توان n به قاعده e. خب x به توان n به چی معنی یعنی x را باید چند بار ضرب کنیم یعنی n بار باید ضرب کنیم خب ببینین شما مثلا اگر داشته باشیم که در کجا بنویسیم اینجا مثلا داریم سه و توان چهار خب بچی من است یعنی سه را و چهار بار ضرب کنیم درسته سه ضرب سه ضرب سه ضرب سه اینجا هم داریم x و توان n خب x و توان n هم به همین معناست که یعنی x را باید n بار در خودش ضرب کنیم پس نشتا می که لوگاریتم x ضرب x ضرب x خب چند بار n بار آخریش هم خود x تعداد از اینا چقدر هست تعدادش میشه n داره درست است یعنی من n داره x را با هم دیگر ضرب کردم قاعدش هم همو ببینین نظر به قانون سوم که ما با هم کار کردیم لوگارتم حاصل ضرب چندین عدد تبدیل میشه به حاصل جمع لوگارتم هایشان اینجا هم حاصل ضرب داریم پس اینو من میتونم که به حاصل جمعشان تبدیل کنم پس این مساوی میشه به لوگاریتم x و قاعده ای جمع لگارتم x و قاعده ای جمع و می صورت ادامه دارد تا کجا؟ دوباره آخرینش هم میشه لگارتم x و قاعده ای خب دوباره اینجا چند دانه داریم؟ خب چون اینجا x ها n دانه بودن پس لگارتم هایشان هم n دانه هستن پس n دفعه ما این می که با هم دیگر جمع کنیم خب شما در سالهای قبلی خواندین که حاصل جمع تکراری اعداده و چی تبدیل می‌کردیم؟ میشد حاصل ضربشان خب از اینا که تکرار هستن مساوی هستن یک دانشا میگیرم میشه لوگاریتم x و قایده ای خب تعدادش رو ضربش میکنیم چند دانه بود تعدادش n دانه بود پس میشه n ضرب لوگاریتم x و قاعده ای پس در نتیجه ما پیدا کردیم که لوگاریتم یک عدد تواندار x و توان n و قاعده ای مساوی است به n ضرب لوگاریتم x و قاعده a ای e هم شد از قانون چندام قانون پنجم که در بخش لوگاریتم ما با هم دیگر کار کردیم خب اینکه که حال با هم دیگر یک مثال هم کار کنیم تا شما خوبتر درس را یاد بگیرین مثال اول لوگاریتم 625 خب قاعدش نشانش را قاعدش از عدد ده لوگاریتم 625 مثلا به عدد چند است خب ببینیم که لوگاریتم 625 را متراقمی میکنیم که دریافت کنیم لوگاریتم 625 مساوی است به خب 625 را ببینین به چی تبدیل کنین به یک عدد تواندار خب این همیشه در نظر داشته باشین در لوگارتم تا جایی که میتونین اعداد را به صورت تواندار بنویسین زمان که اعداد را به صورت تواندار نوشته کردین لوگارتم تان ساده میشه و میتونین به سادگی لوگارتم را دریافت کنین خب پس داریم لوگارتم 625 خب 625 را من میفهمم که 5 به توان 4 هست درست است ولی اگر شما یادتان نبود چیکار کنین 625 را تجزیه کنین بعد میتونین دریافت کنین که چند به توان چند میشه 625 من ولی من یاد دارم که میشه 5 به توان 4 خب لوگاریتم یک عدد تواندار توان میای ضرب در زریب لگاریتم میشه 4 ضرب لگاریتم 5 خب لگاریتم 5 هم در مثال پیشتر کار کردیم قیمت چند بود؟ 4 ضرب 0 69 90 خب چهار از بسازیم قیمتش پیدا میشه خب بین زرب کنیم چهار سفر سفر چهار نو سی و شش سه حاصل چهار نو سی و شش سه حاصل داشتیم سی و نو دوباره سه حاصل چهار شش بیست و حاصل داشتیم بیست و هفت دو حاصل اینجا هم دو دو اشاره هفت و پس لوگاریتم 625 شش و میشه دو اشاره هفت و یک مثال دیگه هم داریم در اینجا لوگاریتم جذب سوم نو و قاعده سه خب ببینیم که این ما میتونیم چه رقمی حل کنیم لوگاریتم جذر درجه سوم نو و قاعده سه خب گفتم که اعداد را تا جایی که میتونیم به صورت تواندار بنویسین و اعدادی که جذری هم هستن این هم کوشش کنید به صورت توان کسری نوشته کنین پس من نوشته می کنم البته این را میتونم نوشته کنم چی سه و توان دو خب پس در داخل جذر دارم سه به توان دو پس این اگر از جذب بیرون کنم میشه سه و توان میشه توان از یه از دو دوی بر سه سه و توان دوی بر سه و قایده سه این مسایی توان چی شد؟ دوی بر سه دوی بر سه ضرب در زریب خب ضرب لگایت خود عدد سه و قایده سه لگایت سه و سه هم دیگه همینطور یاد گرفتین. این هر عدد و خودش مسایی به عدد یک پس دوی بر سه ضرب یک پس جواب ما چند میشه؟ عدد دو بر سه پس ما پیدا کردیم که لوگاریتم جذر سوم نو و قایده سه جواب از عدد دو بر سه این بود از حل مثال دوم خب و یک فعالیت هم هست گیره هم خودتان حتما حل کنین به این صورت هشت را هم به صورت توان کسری نشته کنین صفر اشاره دوازده را هم به صورت تواندار بنویسین بعد میتونین تیره به صورت خیلی ساده حلش کنین خب شاگردای عزیز این بود از درس امروز ما ما با هم دیگر دو تا از قوانین دیگر هم در بخش لگارتم یاد گرفتیم انشالله که شما هم یاد گرفته باشین دوباره درس مرور کنین و تمرین درس هم کار خانگیتان تا درس بعدی روز خوش خدا نگهدار